بله، بریم سراغ آقای سیاوش عبستا، ببینیم که ایشون برای ما چه مسائل و بکری دارن که در این برنامه از ازشون استفاده بکنیم و از اطلاعاتی که دارن. بنابراین این توصیه اومدن دیگه، به حال میخواستم یه مسئله دیگه رو مطرح بکنم. درودی بر شما آقای سیاوش عبستای عزیز، درودی گر. درود بر شما استاد ویروس شرفشاهی. من در ابتدا میخوام واقعا این اندوه بزرگ رو به شما و خانواده گرامی، یعنی اندوه خودمون رو با اندوه شما مشارکت بگذاریم و همدردی های آرام بخشانه رو پیشکشتون بکنم. بسیار دشوار و سخت است این قضیه که برای شما رخ داده، فرزند دلبند و ناظرین که یک نابغه بود واقعا، جاش خیلی فاجعه. ما به یاد او سه شم اینجا پشت سر من روشن کردیم آقای شرفشاهی به یادش، چون ما بر این باوریم که فره ایزدی انسان همواره پایدار و ماندگار هست، مثل نوریست که از توی پروژکتوری میاد بیرون، تن فرسوده شده، تن میره زیر خاک یا سوزانده میشه، ولی فره ایزدی که بهش روح میگیم، روان میگیم، و به ویژه عمر خیام نیز به این باور داره، در جهان غرب شرق هم بهش باور دارن، میگن تناسخ بقا. روان فرزند نازنین و دلبند شما پایدار و جاودان است و در چهره کودک خردسال به جهان خواهد آمد و پردیس و بهشت و زندگی خوب به اینجا دنبال خواهد کرد، در همین جا که هم بهشت است و هم جهنم. ولی برای شما، برای ما اندوکین هست در گذشت یک عزیزی، یعنی پدری نظارگر رفت فرزندش باشه. من یک بار دیگه هم در دیای آرام بخشانه خودم رو به شما و خانواده گرامی پیشکش کنم. بسیار سپاسگزارم. در طول یک هفته گذشته انقدر گریستم که در حال نور چشم الان کم شده، ولی به هر حال امیدوارم که دیگه اینجور حوادث رو من نبینم، برای اینکه بسیار همطور که میگیم دردناک بود، چون پسر بسیار گلی داشتم. بله، همیشه خوبها و زیبایی ها چون گل هستند. آقای شرفشاهی که گلها زودتر از خارها میرند شوربختانه. واقعا از اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی میخوام که همون دوتا رو بیشتر در این هنگام به شما بده، توانایی رو، توانایی پایداری، شکیبایی رو در رابطه با آنچه که بسیار سنگین است که هیچ کس نمیتونه توصیفش بکنه. برای شما استاد نازنین، بسیار سپاس. با مسائل روز جهان بحث کنیم، ببینیم که چه مطالب جالبی شما در اختیار دارین که در این مدت 20 دقیقه‌ای که اینجا داریم بحث کنیم، ببینیم در این رابطه. جناب شرفشاهی، من خبر خوش ملت ایران دارم و برای جهان. اون خبر خوش به شرطها و شروطها که میشناسیمش واقعا شرط داره. اگر مردم ایران و نیروهایی که با رژیم جمهوری اسلامی 43 سال در جنگ هستند، در جنگ هستند، نه که اراذل اوباشی که الان اومدن با یک صفحه نمیدونم کجا چیکار کردن مدعی مبارزه و نبرد هستند، نیروهای مقاوم و پایدار